سلام برابکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم امروز میخوایم راجع به کانادا خونه اجاره کار و لطفاً کامنت و اینا بذارین که چی میخواین من راجع صحبت کنم اگه میخوایم امین شریختیه میتونیم بشت... اگه تو چینی بودی این بودی حقیقت موابم دارم من پشت میبرم خب این امین. اول از همه که پیدا کردن کار و اجاره خونه چجوریه اس هست؟ چون که صد درصد کسی میاد که اول از همه کار نداره کارم که داشته باشه کارش انقدر بهش پول میده که بتونه یه خونه اجاره کنه یا نه میدونی بره کارمند مکدونالد چه میتونه یه خونه اجاره کنه ببین اینجا ساعتی 17 دلار مینیمومی که با کار بکنی واسه کسی خدا رو شکر اینجا کار زیاده یعنی وقتی مثلا میری بیرون همه جو زده اینجا آدم میخوایم آدم میخوایم و یعنفو کار شپرد زیاد هست که مثلا همین مکنانی که مثال میزنی یا مثلا تو بانک بری کار بکنی کار خوب ها نه مثلا کار بد کار خوب زیاد هست که این کارا رو بکنی ولی بهت همون 16 دلار 17 دلار پول میدن و باهات مثل سگ رفتار میکنن حق انتخاب هیچی نداری حق اجازه نداری روز در سر کار خیلی 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 بهت گیرن ولی میگم دیگه پول بهت میدن یه کار فول تایم بگیری بالای 32 ساعت میگن فول تایم معمولا وقتی فول تایم بگیری به 40 ساعت بد میدن هفته ای 5 تا 8 تا 40 تا 20 دلار میشه 800 دلار هفته ای 4 هفتهش میشه 3200 زب در 4 اش بکن چقدر میشه ماهی خب 2720 دو دو تو میتونی ماهی دربی بیاری یه آدم حالا اینجا قیمت خونه وحشتناک رفته بالا خب یعنی چیزی میام چیزی میشنوی یعنی منو یه خونه دارم که دارم اجاره میدم 1800 این مستاجرم که بره بیرون نفر بعدی 2500 اجاره میکنه خب خیلیه من اولین باری که اجاره دادم 1300 دادم بعد شد 1400 بعد شد 1500 بعد شد 1600 بعد شد 1800 بعد یه حد 2500 یه خیلی وحشی شده حالا این قیمت هست خونه یه خوابه الان 2000 دلار بعد پول بدی براش بخوای پیدا کنی دو خوابه 2500 برای همین اتفاقی که میفته اکثر آدمایی که تو اون پوزیشن که تو میگی هستن بیان یه رومیت میگیرم بیا اینجا نشون بده خودتو سلام سلام من یونیکورنم دوست دیری باگی شیشی بر به هری دیدو بگو هپی هالووین هپی هالووین هپی هالووین بگو لطفا لایک و سابسکرایب کنین بحث سابسکرایب. راجع به چی بود بیا به کانال این اتفاق ها میافته واسه هپی هالووین <laughs> دمتون گرم به این خوش بگذارنیم واسه هم میگم اتفاقی میفته اکثرا دوتا خونه میگیرن نفری 1200 1300 میذارن یه خونه به معروف انجام میشه و رام میشه بعد جای دیگه هم هست میتونی مثلا اتاق توی خونه اجاره بکنی الان اتاق بین 800 تا 1200 هست که تو یه اتاق میگیری و بس خب کلی میتونی پول سیف کنی چون دیگه پول گاز نداری برق نداری نمیدونم پول بیمه نداری بستگی داره خودت چه جوری میخوای زندگی کنی یعنی تو میتونی با اون پول یه خونه واسه خودت تنهایی بگیری یه غذای خیلی معمولی ام مثلا خود نه معمولی این غذا خود درست بگه نه بیرون غذا بخوریم منظورمه به نظر تو با ماهی 2700 تا یک نفر راحت میتونه زندگی کنه همش بستگی به تو داره من اگه خودم هفته, هفته یه بار یه غذای بیرون بخوره یه کلاب بره دیگه تفریح دیگه نمیدونم که همش هم رو کار میکنه دیگه, دیگه. الان بیشتر پول داره بس اجاره میده دیگه تو اگه بتونی جایی که میگیری کوچیک آره. باشه و مناسب باشه با دو نفر بگیری نمیونم من مثلا دو تا دوست داشتم یه خونه یه خوابه داشتن دو نفری با هم تو اتاق میخوابیدن دو تا پسر یا تخت گنده گرفتن رفیقم بودن سالون هم اجاره داده بودن بعد مثلا اجارشون بود 1700 دلار سالون اجاره دادن 700 دلار برای خودشون افتاد دو نفری 500 دلار خب یارو ماه 2200 اضافه پول داشت خب اون 2200 قشنگ میرفت چیز دیگه میتونه برای خودش پول جمع کنه سیو کنه آماده کنه کار جدید درست کنه هزار تا راه آینده داره هزینه حمل و نقد عمومی چطوره که آقا مثلا یارو یه جای پرت خونه بگیره 800 دلار بعد مثلا ماهی فقط باید 500 دلار هزینه اتوبوس بده بیاد سر کار اتوبوسم فکر برای 150 دلار تموم بشه ماهی ماهی میگم یه پس هست 150 دلار میگیری بعد این پس چیز دیگه میدونی همه جا بری باش تو کل شهر کل ماه ولی از نظر عمومی خیلی بده یعنی راهی که مثلا با ماشین 20 دقیقه یک ساعت و ده دقیقه طول میکشه در صورتی که مثلا تو خیلی جای دنیا اتوبوس و قطار تندتر از ماشین میرن اتوبوس بعد سقفش مثلا یه متره بعد بارون که بیاد باد بزنه میزنه تو خب ما در میدونین که دارین کجا خوب مثلا میسازین خب این سقف رو جلوتر درست کنین بیارینش پایین بعد آوردن پایین این آدم هوملسا میمدن توش میگرفتن میخوابیدن بعد انداختنشون بیرون میزدن میشکوندنشون میدونین یعنی راحت هم نیستش که یعنی واقعا شاید بدترین وسایل نقلیه عمومی دنیا رو فکر میکنم تو کانادا داشته باشه چون خیلی بزرگه وحشتناک بزرگه و جمعیتش پول دارن استفاده نمیکنه تو کانادا از هر دو نفر سه تا ماشین دارن یه تایمی بود وا چقدر خوب بود نمیدونم چرا این کارو کش عقش نرسید راننده اتوبوسا رفتن چیز اعتصاب که ما دیگه کار نمیکنیم بیشتر پول میخوایم بعد این اتفاق تو تورنتو افتاد نمیدونم دوازده ساعت چهارده ساعت تموم شد یعنی به فردا نرسید صبح گفتن تا دوازده شب مشکل حل کرده بودن که آقا اوکی چقدر اضافه پول میخوایم فلان بهتون میدیم بگه این سر کار ونکوور رفتن تو چی رفتن تو استرایک اصلا ما که به چپ اون هم نبود چون میگن دو نفر سه نفر ماشین دارن همه داشتن با هم دیگه رانندگی میکردن سر کار اون کسی که ماشین داشت اون که ماشین داشت, داشت. پیکاپ میکرد می آورد خیلی راحت و حرفا آقا اینا هفت ماه یا پنج ماه اینا توی اعتصاب بودن ببین شهر تمیز شده بود ترافیک از بین رفته بود کامل فکر مثلا یه خیابونی که ساعت 4 بسته بود تو بعد چه لقه توش میسیسی بیای بیرون هیچی توش ماشین نبود ماشین همه شست کیلو داشت هم میرفتن ساعت چهار ورزو چرا چون اتوبوس تو چه می اومد هی وای میستاد لاین راست رو میبست بعد ماشینه میخواست بیا بیچه چپ بیچه چپ بیچه چپ یه ترمز میکرد این بود که ترافیک رو درست میکرد اتوبوس رو که در آورده بودن خیابون مستقیم ماشینا میرفتن دیگه ترافیک به وجود نمیومد اصلا نمیدونید چقدر عالی بود بعد شش شیش ماه که اینا اومدن بیرون و دوباره همون روزی که اومدن فرداش ریده شد توی شهر ولی در اصل میگم که جایی دونست که من اگه شهرش بودم اصلا قطع میکردم این چیز عمومی رو گفتم به جای که اینقدر پول بذاریم براتون پول تاکسی میدیم هفته دست تخفیف بهتون میدیم تاکسی بگیریم برین چون همه جا دوره بر راه بری بعد بارون میاد همیشه سرده ولی در اصل هست و مایی 100 دلاره 150 دلار این آشغال خب حالا یه سال اگه یه نفر بخواد یه دونه ماشین بگیره چطوری میتونه بگیره پولم نداره دیگه قسطی میخواد بگیره ماشین فقط میریم به ماشین فروشی میگیم ماشین میخوام بهت میدن یه هیچی ازت نمیخواد من مثلا یه دونه ماشین بگیری هوندا سی بیک بخری و no. 450 دلار ماهیونش میشه 50 دلار شرابرهای دیگه ماهیونش میشه مالیات و بهره و این چیزاش مثلا خرج میشه 500 دلار بیمت میشه 200 دلار بنزین میشه 400 دلار یعنی هزار هزار تقریبا 1200 آره ماشین داشتن و... اینجا خیلی گرونه یعنی کار آسونی نیست ماشین داشتن گرونه اتوبوس هم سخته. آره اتوبوس بعدم ده. سخته. یعنی واقعا بد سخته. علایس از این چیزا مود شده که از این اسکوترها که برقی هن و اینا، اینا که تو داون تاون زندگی میکنن که خونه ها پر وسطش یعنی در واقع مرکز شهر زندگی میکنن، خب اونا خیلی جواب میده. مخصوصا توی تابستونه که هوا خوبه، خیلی اونا دیگه راحته. باهاشون بریم اون اونور. بر. ولی توی زمستون و پاییز واقعا افتضاحه حتی بهار هم میتونی بگی توش یعنی نه ماه سال اینجا واسه بیرون ساخته نشده یا هشت ماه بخوای فشار بدی بیرون پیشنهادم اینه که نزدیک کارت خونه بگیر یا در واقع کارت و نزدیک خونت به چرخ پیدا بکن و تا میتونی جمع کن که بتونی به ماشین برسی ماشینم حتما دست دوم بخر اول با 5 هزار دلار یه ماشین دست دوم میشه خرید بعد دیگه نه پیمنت داری نه هیچ یه بیمه داری یا بنزین با مثلا 500 600 دلار تو جمعش کنی اگه امکانش باشه برقی بخری بنزین هم دیگه نداری باز کلی اونجا سیو می‌کنی فقط یه پول بیمه میمونه مثلا برقی الان زیر 15 تا نمیتونی پیدا کنی ولی در صورت آپشنش هست من اگه خودم می اومدم ماشین برقی 100 درصد میگرفتم سعی می‌کردم تا میتونم پولمو جمع بکنم که به خونه برسم چون خونه خیلی اینجا گرونه و, و... 100 درصد گرانتر میشه چون سالی یک میلیون تا آدم جدید داره میاد به علاوه آدم که اینجا به دنیا میان به علاوه دانش آموزای اینترنشنالی که میان اینجا یعنی جمعیت کانادا وحشی داره میره بالا تو توی تاریخ کانادا هیچ وقت انقدر جمعیتش نرفته بالا که الان داره میره بالا و الان بالاترین جمعیت رو داره یعنی تو بالاترین جمعیتش بیشترین جمعیت هم رشد داره الان مثلا یه پسشم صحبت میکردم توی هلند بود بعد میگفت اینجا مثلا در سال دو تا خونه رو میبینی که جلوش مثلا از این چیزای نارنجی میذارن و دارن کامیون میاد بار خالی میکنه و که دست میذارن توش عوض کنن اینا میگفت کسی نه خونه میسازه نه کسی خونه میفروشه همین جمعیت ها هستیم ده نفر میمیرن ده تا به دنیا اومدن دو نفر میرن دو نفر میان خیلی آرومه ولی کانادا همه هستن سالم یه میلیون دلار اضافه میشه یه میلیون دلار اضافه میشه می همین خونه داریم میره بالا میره می بالا هر چیز زودتر تو این بازی بتونی وارد برند چی برنده بیشتری خواهی شد چون این بازی همیشگی نخواهد بود شاید 5 سال 15 سال دیگه وایسه بعد قیمت خونه دیگه وایم میسم من خونم الان دو میلیون دلاره امکان داره مثلا تا 5 میلیون دلار هم بره بعد دیگه 10 میلیون نمیره میفهمی چی میگم 4 6 وای میسه خرج خورد و خوراک هم دوباره میگم باز بسیه خود داره دمتون گرم امیدوارم به کسی خورده باشه همین سوالی داری نه عالی دمت هم چاکس